آمار فرار مغزها از ایران به قدری زیاد شده که میهنمون به کشور شماره یک توی این زمینه تبدیل شده. این موضوع به خصوص در زمینه پزشکی تبعات بسیار خطیری برای مردممون داره، به طوری که الان ایران با کمبود جدی جراح و متخصص مواجه شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا. سلام می‌کنم خدمتتون دکتر جهانسوز، خوشحالم که تو این گفتگو همراهمون هستین. ابتدا برای اینکه درک بیشتری از این وضعیت داشته باشین، می‌خواستم اگه ممکنه برامون آماری اگه تو این زمینه دارین برای ما و بینندگانمون بگین و اینکه دلایل کمبود پزشک و به ویژه پزشک جراح رو چطور می‌بینید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان ایران آزادی و همینطور کانون‌های شورشی، پیشتازان ارتش آزادی برای آزاد کردن ایران اسیر. ببینیم، من میخوام آمار و ارقامی رو بگم که خود رژیم داده. یک شخصی هست به اسم ایرج فاضل که دکتر فاضل مدت زیادی در استران اداره بهداشته و الان هم رئیس جامعه جراحان هست در ایران. این فاضل میگه که استقبال از شاخهای تخصصی پزشکی بسیار بسیار کم شده و کاهش پیدا کرده، بخصوص در رشته جراحی کودکان و جراحی قلب. بعد چندین دلیل میاره. یکیش میگه که ما با جامعه پزشکی بد رفتار کردیم، جامعه پزشکی را تحقیرش کردیم. به این خاطر نه تنها پزشکی، حتی معلمین را میگه که بسیار تحقیر کردیم. الان بازنشستگان معلم ها مرتب تظاهرات میذارن تا یک مقدار از حقی که شایستش هست از رژیم بگیرن. و به طور کلی میگه که ما در یک وضعیت بحرانی الان از نظر پزشکی به سر میبریم. طبق گفته فاضل رئیس جامعه جراحان، میگه که ما کلن 240 تا جراح قلب داریم در ایران که به اصطلاح نظام پزشکی دارن، که این میشه تقریبا 2.8 به ازای هر 1,000,000 ایرانی، که با استانداردهای کشورهای دیگه بسیار متفاوته. اگر با او استانداردها باشه باید ایران 1,000 تا جراح قلب داشته باشه، نه 240 تا. تازه از این 240 تا هم تعدادی بازنشست شدن یا فوت کردن یا از ایران مهاجرت کردن. بنابراین میبینیم که با توجه به ارقام که خود رژیم میده وضع بسیار بسیار اسفناکه. یکی دیگه از مسائلی که این رئیس جامعه جراحان ایران روش انگوش میزنه، میگه که توزیع نامتناسب جراحان. 5 ایالت هست یا استان، ببخشید، 5 استان هست در ایران که اصلا حتی یک جراح قلب نداره. 10 استان هست که هر کدومش فقط یک جراح قلب دارن. بعدم مشکل دیگه که دارم یه سن بالای جراحان قلبه، چون نتونستن به اصطلاح فاصله را از جوانا پر کنن، بنابراین الان فقط دست کسانی افتاده که در سن بالایی هن و از اینا به خاطر سن بالا نمیتونن تمام، بعضی هاشون نمیتونن تمام وقت کار کنن و این خودش هم یک مشکل دیگه یه. و میگه که با توجه به این مسئله 20 سال دیگه 65% از این جراحان بازنشست میشن، که خب مشکل بزرگتری به وجود خواهد آمد. زمینی که میگه که آره تقاضا برای رشته جراحی قلب خیلی کمتر از بقیه است. به عنوان مثال سال قبل ما 111 تا نفر احتیاج داشتیم که بیان جراحی را شروع کنن و از 111 نفر فقط 18 نفر آمدن به جراحی قلب تخصصی پیوستن، که واقعا میشه 16%. و این خیلی خیلی تأسف انگیزه. بله. میگه که یکی دیگه از دلایلی که میگه که دوران به اصطلاح پزشکی برای متخصص شدن در قلب خیلی طولانیه. 7 که طول میکشه تا یکی پزشک بشه، بعد 2 بایستی بره طرح مناطق محروم میشه 9، بعد بیاد حتما قبل از که متخصص قلب بشه باید تخصص جراحی عمومی اول بگیره، که طبق گفته این آقای فاضل 6-7 او طول میشه. بعدن اجازه داره که برای فوق تخصص به اصطلاح
اقدام کنه، پذیرفته بشه و بعد دورش می بیر خاطر میگه اینا وقتی که فارغ التحصیل میشن حداقل 35 سال سن دارن. بعد اینا به اصطلاح یکی از مشکلات جدی میدونه و میگه که دچار به اصطلاح یک بحران جدی هستن در رابطه با جراحان قلب و جراحی کودک. حالا دکتر جانسوز، حالا همونطور که حتما میدونیم بسیاری از مردممون به خاطر مشکلات فقر و معیشتی که وجود داره ایران رو اساسا به خاطر مسائل مختلف ترک میکنن. الان هم که خب بدونیم فقر و گرونی باعث شده که اکثریت غریب به اتفاق مردممون زیر خط فقر به سر ببرن. اما با توجه به همه اینا، ولی خب به هر حال پزشکان و به خصوص جراحان توی سطح جامعه به لحاظ درآمد و مسائل معیشتی مشکلات عامه مردم رو ندارن و خلاصه کمی بعد وضعیتشون بهتر باشه. ولی سوال اینجاست که دکتر چرا این تعداد از اونها به خارج مهاجرت میکنن؟ ببینید، مشکل معیشتی یکی از صدها مشکلیه که به خاطر وجود منحوس این رژیم ولایت فقیه مردم باهاش دست به گریبان هستن. درسته که اندازه کافی پول در میارن و میتونن مثلا زندگیشون رو بچرخونن از نظر اقتصادی، مشکل ندارن اینا. ولی ببین، همین پزشک خودش هم بچه‌ای داره، بالاخره بچه‌ش میره مدرسه، ای نگران امنیت نداره، بچه‌ش نمیدونه که فردا آره یا بچه اینم به اصطلاح با او مواد شیمیایی مسموم میکنن یا نمیکنن، یا ای که اصلا اینا امنیت شغلی ندارن، بخصوص موقعی که در این قیام 1401 یک عده مجروح میشدن، تعدادی از این جنایت پاسداران، جنایتکار در همه بیمارستان ها بودن. وقتی که مریضی می آوردن، پزشک توجه نمیکنه که این مریض دشمنشه یا دوستشه. پزشک سوگند خورده که پزشکا و پرستارا همشون که از مریض حمایت کنن، از مریض نگهداری کنن، سعی کنن مریض رو حالش خوب کنن. اینا می آمدن جلو چشم پزشکا و پرستارها مریض هایی را که مجروح شده بودن، کسانی که در تظاهرات، اینا را ور می داشتن و این باعث اعتراض پزشکا می شد که البته پزشکا را اگر چیز سرکوبشان میکردن و بعضی‌ها را حتی دستگیر میکردن و بردن زندان، چون مخالفت کردن با این عمل شنیع ضد انسانی پاسدارا. اگر یادتان باشه در این جریان کرونا که به وجود آمد، اپیدمی کرونا، پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر پزشکی، اونایی که تو بیمارستان هم کار میکردن یا راننده های مثلا آمبولانس، اینا که میرفتن مریضا رو بیارن و ببرن، اینها در عمل نشون دادن که چه انسان‌های بزرگواری هستن و چقدر اینا به وطنشان، به میهنشان و هموطنانشان علاقه‌مندن. و تعداد از اینا هم حتی فوت کردن به خاطر پرستاری کردن، نگهداری کردن و مراقبت کردن از مریض‌هایی که به کووید 19 مبتلا شده بودن. حتی به این خاطر که کادر پزشکی چون وظیفه‌ش این بود که از مردم مراقبت کنه، سازمان بهداشت جهانی از کمپانی فایزر، اولین کمپانی بود که واکسن را به اصطلاح به بازار ارائه کرد، ولی اولویتش به آمریکا داده بودن. سازمان بهداشت جهانی تونست قانع کنه که به ازای هر کشوری 15,000 یونیت یا واحد در اختیار سازمان بهداشت جهانی بده که به کشورهای مختلف بده تا پزشکان، کادر پزشکی که از مریض های کووید 19 مراقبت میکنن، از این واکسن استفاده کنن و سلامت بمانن که بتونن به کارشان ادامه بدن. حتی طبق گفته محمود احمدی نژاد، چندین بار تکرار کرده این مسئله که او 15,000 تا غیبش زد و بردن اونایی که فایزر را قدغن میکردن ورودش، منظور شمو خامنه‌ای، خودشان مصرف کردن و او سران جنایتکار رژیم. و دیدیم که خامنه‌ای هم در سخنرانی که کرد میگفت که من اجازه نمیدم ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی به ایران قدغن، یعنی معتبرترین واکسن ها را نذاش بیاد. و واقعا چقدر وقیه این مرد، چه حدود یک ماه پیش باز یک سخنرانی دیگه کرد، میگفت که ما پول واکسن را هم دادیم به آمریکا اینا، ولی اونا به ما واکسن ندادن، با وجودی که پولش هم داده بودیم. شخص که خب این کاملا در تضاد، فقط یک آخوند وقیح مثل خامنه‌ای میتونه این چنین حرفی بزنه. بله.
بی خاطر ما میبینیم که واقعا تنها دلیلش این نیست که دلیل اقتصادی، دلیل عدم امنیت پزشکان در ایران هست. چند روز پیش هم بود در مشهد یک پزشکی، یکی از چماقدارا رژیم با همسرش رفته بود برای به اصطلاح مراجعه کرده بود به یک پزشک. خب مردم تو صف میشینن اونجا رو صندلی منتظرن، این آمده بود گفته بود که من میخوام بدون نوبت برم تو. بعد منشی گفته بود بدون نوبت نمیشه، یه سری افراد میشه. بعد شروع کرده بود سر صدا، پزشک آمده بود بیرون، به پزشک هم حرف بد و بیراه گفته بود و بعد رفته بود. بعد چند ساعت، یک ساعت آمده بودن دفتر این پزشک پلم کرده بودن. خب طبق معمول اونا درسشان شیادی و جلادی و دروغگویی و دجالی را خوب یاد گرفتن از خمینی و خامنه‌ای. گفته بود که آره چون همسر من حجاب داشت، اینا ازش به اصطلاح مراقبت نکردن، اجازه ندادن که بره. در صورتی که افرادی که اونجا بودن تعداد زیادشان حجاب داشتن و شهادت دادن که. بنابراین ببینیم امنیت شغلی برای پزشکا الان بسیار بسیار مهمتر از مسئله اقتصادی. حالا با توجه به همه این نکاتی که الان شما گفتین دکتر جانسوس، تأثیر کمبود پزشک و با همه وجود این مشکلاتی که دارن و اما مهاجرت دارن میکنن، کمبود پزشک و متخصص روی جامعهمون، روی مردم و مشکلاتی که براشون به وجود میاد چه عواقبی فکر میکنین روی کل جامعه بگذاره؟ ببینین یکی دیگه به اصطلاح معاون این فاضل که به اصطلاح اونم یکی از پزشکای سازمان نظام پزشکی هست، گفته بود در هر سال، در سال گذشته 4000 پزشک متخصص از ایران مهاجرت کردن. و در ضمن گفته بود 3000 تا هم پرستار از ایران مهاجرت کردن، که در واقع ایران الان 70000 پرستار حتی کم داره با وجودی 3000 تا. برای که پرستاری که در ایران اصلا براش ارزش قائل نیستن، پولی نمیدن. اگر یادتون باشه دوران چیز خیلی پرستار استخدام کرده بودن دوران کرونا، به معنی که کرونا تموم شد همشون از کار اخراج کردن. خب اینا از کجا زندگیشون به شرقه؟ در صورتی که یک نرس وقتی بیاد اینجا، یک پرستار، سال اول به محض ورود بهشان 4000 دلار در ماه حقوق میدن که اگه با این دلارای جلاد 67 رئیسی حساب کنیم 50000 تومان، اگر هر دلار باشه میشه 200 میلیون تومان به اصطلاح این در ماه حقوق میگیره. و بعد از یک سال که یکم سیستم رو یاد گرفت، بالاخره یک سیستم ایران با سیستم اینجا یکم فرق داره، زبان فرق داره، تا جا بیفته از سال دوم حقوقش هم میشه 7000 دلار. خب چرا نیان؟ و در ضمن بسیار مورد احترام مردم هستن، مردم بایشان گوش میدن، بایشان کار میکنن. این مشکلات به اصطلاح وجود نداره. ای که خروج این همه پرستار و دکتر متخصص چی مشکلات میجن؟ مشکلاتی که الان وجود داره، مشکلات پزشکی و داروره، چندین برابر افزایش خواهد داد. ببینید بعضی از امراض هست، مثلا فرض کن یکی مچ پاش درد میکنه، ورم کرده. خب ایره ممکنه مثلا دکتر زنگ بزنه بگه 3 ماه دیگه بیا، ولی یک نفری که مرض قلبی داره که نمیتونن بهش بگن 3 ماه دیگه بیا. ولی با توجه به این مسئله عرضه و تقاضا و تعداد مریض ها و تعداد افرادی که متخصص هستن که میبینیم به مقدارش بسیار بسیار کمتر از استاندارد جهانی است، واقعا مشکلات بسیار شدیدتری برای مردم الان هم دچار مشکل هستن. الان هم داروها بسیار گرانه. یکی از داروها من روز تو همین اخبار خود رژیم نوشته بود، کیترودا که دارویه به اصطلاح برای ایمنوتراپی برای کسانی که سرطان دارن، یکی تزریقش گفته بود بین 50 تا 70 میلیون تومنه. اونم اصلا نمیتونی از فروشگاه بری، از داروخانه بخری، باید بری از بازار سیاه بخری، از قاچاقچی بخری. واقعا هم نمیدونی چی چیزی بهت میده، بخصوص که داروها هر کدوم باید در شرایط خاصی نگهداری بشن، یکی در فریزر باشه یا جای خشک باشه یا به هر حال شرایط خاصی رو بایسته داشته. ولی قاچاق فروش که به این مسائل توجه نداره و اصلا هم بلد نیست. به خاطر مسائل و مشکلاتی که مردم دارن به مرور بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، مثل همه معضلات دیگه که در جامعه هست امروز به مراتب. بنابراین تنها یک راه هست و او پیوستن به کانونهای شورشی هست و همینطوری که آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت اخیراً گفتن بایستی همه مسلح بشن و آتش را هرچی بیشتر روی اینا
اضافه کنیم. اینا تا موقعی که هرچی جلوشان ساکت و آروم باشی اونا بیشتر میان تو سینت. به عنوان مثال این دورانی که ما چیز قیام 1401 بود بله. و جوان ها تو خیابون ها بودن، حتی یک نفر رژیم اعدام نکرد، حتی اونایی که اعدام مثلا به عنوان قاچاقچی یا هرچی اصلا اعدام را تعطیل کرده بود. ولی از وقتی که آتش این شعله خاموش شد، افرادی مثل بچه شاه به جنایتکار میگه که برین تو خونتان، خب دو روز آمدین همه مردم دنیا میدونن که شما ناراحتین، برین خونتان میخواین بزنن با ساچمه چشتان کور کنن. خب از وقتی آتش آرام شد رژیم شروع کرد به اعدام، در همین اردیبهشت، در همین اردیبهشت ماه 122 نفر تا به حال اعدام کرده. در واقع میگن میشه هر 6 ساعت یک نفر رو اینا اعدام کردن. بنابراین تنها راه رهایی راه مجاهدین، تنها راه رهایی راه جنگ مسلحانه با این رژیم جنایتکار هست. بنابراین تنها راه اگر مردم میخوان خلاص بشن تو خانه رفتن و آرام بودن و ساکت بودن نیست، اونا بیشتر و بیشتر خواهند کشت. باید به کانونهای شورشی پیوست و از شر رژیم جنایتکار راحت شد. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، که تو این گفتگو همراه ما بودین و نکاتتون مشخصا سر مهاجرت پزشکان و جراحان و مجموعه مشکلات. خیلی ممنون دکتر، خدا نگهدار شما. خیلی ممنون، به ما وقت دادید. متشکرم.